سلام به سراچه خوش آمدین. مهمان امشب ما فعال دو عرصه متفاوت و جذاب است، مطبوعات و ورزش. شخصیت جدی که هرگز به قضایای آرام نمی پرداخته، سالها عضو تیم ملی فوتبال و ترنر تیم ملی بوده. امشب ما باید همت زیادی داشته باشم تا با آقای میر علی اصغر اکبرزاده گفتگو کنم. بفرمایید آقا صاحب، بفرمایید. سلام علیکم. بسیار خوش آمدید. ممنون شما. انشالله در خدمت هستیم. سلام علیکم. سلام علیکم. بسیار خوش آمدین اکبرزاده صاحب. ما پس از بسیار وقت شما را میبینیم. ما بسیار افتخار دارم که شما را در برنامه دارم و سالها الگوی کسایی بودین که میخواین در عرصه مطبوعات جدی کار کنن. بسیار خوش آمدین به برنامه. سلامتی شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وابيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. هر که پیمان با هو الموجود بست، گردنش از بند ار معبود رست. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکنی ها ممکن است. سلام عرض ادب دارم خدمت جناب استاد گران هرچ و گران سنگ و بیننده های عزیز شما، چی در داخل و چی در خارج. انشالله ما در خدمت شما هستم و یک سلام خاص برای همکارای بخش تکنیکی که واقعا در قسمت پرودوس برنامه و ثبت برنامه تشریک مسایی به خرج میتن. امیدوار هستم که از عطیه سلامتی بدور نباشن و احترامات ما را بپذیرن. در خدمت هستم. لطف میکنید. صدای بسیار فوق العاده گیرا و شخصیت جالب. شما مشهور بودین به اینکه از تریبیون حکومت به حکومت نقد میکردین. اولین بله. و آخرین کاری که کسی نتونست بعد از بکنم اونترست. بله دقیقا. بله چون رسانه ملی بود و باید جوابگوی نیازمندی های مردم افغانستان می بود و ملی بودن رسانه همین می باشه که واقعا زبان ملت باید باشه. زبان ملت باید پس باشه. ما هم مسئولیت داشتیم تا جوابگوی نیازمندی های مردم در حد وسع توان خود باشیم. بسیار خوب، بسیار خوب. من امشب بسیار خوشحال شدم که با شما گفتگو داشته باشم. ما شما را آقا صاحب بگویم، رئیس صاحب بگویم، اکبرزاده صاحب بگویم. فقط ما خودم افتخار میکنم که خادم ملت خطاب شدم. بهتر از خب این از یه القاب بسیار سیاست اکبرزاده. چون ما همیشه خودم خوش بودیم که خدمتگزار مردم باشم و آرزو دارم در پای مردم خودم جان بتون و خدمتگزار مردم باشم. لطف میکنید. خب شروع کنیم از شخصی ترین پرسش ها. چند ساله هستین؟ 62. خب فهمیدنم ایچه نام خدا خیلی جوان هستین. اولین بار است که مردا راز خدا میگن. سریا نمیگن. شهر کابل تولد شدین؟ شهر کابل چنداول شهر قدیم نایه اول فیلی. بله. خب شما از مردم کابل هستین. اما یک افتخاری هم هست که بعضی بزرگوارا که به خود میبالند میگن ما بچه های اصیل کابل هستیم. اما درام هست؟ بله آده واقعی نیف یکی از افتخارات همی هست. درست. در مورد خانواده میخواین بگوین چیزایی؟ چند عضو دارین در خانواده؟ بله خب خدا رو شکر گذار هستم که 5 نفر هستیم خانواده. خودم هستم، خانمم، یک پسر کلانم و 2 دخترم. خواه شکر بله. شکر. فعلا مصروف چی کار هستیم؟ فعلا فقط به صورت کوتاه برتان بگیم که دمو شهر قدیمی که است در اثر سعی و تلاش و تشتیک مسایی علمای همونجا و جناب قاری صاحب علات شیخ کبیر ایدری، قاری مشهور جهان، که افتخار وزیر داریم که آمدن تشتیک مسایی به خرج دادن و اونجا یک مرکز دارالقرآن ایجاد کردن که اطفال و منطقه میان و دروس احکام و قرآن اینا را فرا میگیرن. در دو بخش همونجا دمون کارا مصروف هستم. خب مصروف همین کارا هستین. شما مشهور هستین به اینکه کارای بی جنجال نمی کنین اصلا، کارهای بسیار بله. گرم می کنین. دقیقا بله. همونطور است. یکی از خصوصیات رسانه و کارهای جورنالیستی همی می باشه که آدم باید واقعی را بدون ترس، بدون تطمیع شدن باید برملا کنه و مردم باید بدانن که در کشور چی میگذره. بله. و او کارا رو در گذشته که کس جرات شام نمیکرد و او کارا رو خب تعریف نشه و کارا رو ما کردیم. بله. بله. آینه شهر حتما به یاد دوستا است، تلویزیون ملی، مردم و مسئولان. مردم و مسئولان بعد از اینکه از آینه شهر نسبت یک سلسله
رابطه هایی که در تلویزیون ملی بود که از برنامه آین شهر ما دور شدم، اما بازم من نتوانستم که سکوت کنم. 40 سال پسین گرمتر از او 40 سال پسین در تلویزیون را تلویزیون میوان که من هزار سپاس از دکتر سیفریدین نورزاد میکنم که صاحب امتیاز را تلویزیون میوان بودن، در اونجا هم 40 سال پسین داشتیم. یکی از برنامه خوب دیگه به نام معلم داشتیم که تا تلویزیون ملی برنامه نبود. هفته یک بار یکی از معلمین مکاتب ما به معرفی میگرفتیم که چطور میه، چه کار میکنه و ماش چه است. این کارهایی که از تلویزیون میوان کردیم، یک برنامه دیگه هم در رابطه با افشای پرونده های خوابیده داشتیم. با کمال تاسف که به او آرزوی خود نرسیدیم و فشار ها زیاد بود که برنامه باید پخش نشه. بله، از نامش پیداست، بسیار جالب است. خب تحصیلاتتان رو میخواییم بگویم؟ تحصیلات در پانتون کابل بوده در فاکولته زبان ادبیات، رشته زبان ادبیات دری. ادبیات دری، بله. بسیار خوب. اینجا ما ایران بگویم به خاطر این کارهای جدی کردین چند بار خانه نشین شدین؟ والا دو بار خانه نشین شدم و بار سوم خودم استفاده دادم از تلویزیون بالیا که در رسانه‌های تصویری صوتی استیفا پخش شد. یک بارش در رابطه با قضیه شرک غازی امان الله خان بود، یک بارش در رابطه با موضوع هتل اینترکانتیننتال بود که در او بسیار فشارهای زیاد دیدم که حتما اگر فرصت برنامه بود روی ازو صحبت خواهد کردم. و بار سوم چون فساد بسیار گسترده در تلویزیون ملی که واقعا زبان ملت و مردم بود، این واقعا یک رسانه بسیار کلانی بود و با پندار خودم مادر تمام رسانه‌ها بوده و ما امروزی که به نام اکبرزاده، به نام آینه شهر یا به نام رئیس اتحادیه ملی ژورنالیست‌ها و خبرنگارا حرف میزنم یا صحبت میکنم، در هر جایی همگیش ما از برکت رادیو تلویزیون ملی بوده و ما ممنون همکارا و دستندرکارای از برنامه، خصوصا از ایمجان روفی، ایوب جان و سایر همکارای ما که در تلویزیون ملی بوده، اسماعیل جان فضل، ما ممنون از اونها هستم. و بر شما بهتر معلوم است جناب استاد که تهیه یک برنامه بسیار زیاد حوصله کار داره و اینا در تمام برنامه‌ای که ما بودیم اینا واقعا زحمت کشیدن، ما ممنون شان هستم. بله بله، همیشه افتخار. خب ما دو قسمت میکنیم، شما فعال عرصه ورزش هم بودین و یک ورزشکار فوق العاده قوی و حالا به خاطر که در بخشای ورزش های جذاب بودین نمیگم ورزشکار خطرناک. اول مطبوعات، چطور کار مطبوعاتی آغاز شد؟ در چه سنی رفتین و از کجا شروع شد؟ کار مطبوعاتی رو وقتی که من پانتون خلاص کردم رفتم به دوره عسکری به حساب. دوره اول عسکری سپاری کردیم در اکادمی پلیس و او زمان ما عضویت تیم ملی فوتبال افغانستان داشتم و مدت 14 سال در تیم ملی فوتبال افغانستان عضویت داشتم و 9 سالم به صفت ترینر و یا کوچ مربی بودیم. باز تلویزیون ملی آمدیم بعد از سپاری نمودن دوره اول و تلویزیون ملی از کار پرودیسری آغاز کردم که کستا زیر بغلم و تا کستای دیگه که همکارای تلویزیون بلد هستن، تلویزیون بنامه بوش، فیتای بوش چارکن دسته داشت. از اونجا شروع کردیم پرودیسری را. کدام سالا؟ سالای 1367 آغاز کارم بود. بله. و اولین برنامه‌ای که پرودیس می‌کردین؟ اولین برنامه‌ای که پرودیس کردم تلویزیونی مجله بود، پاسخ چیز بود. دیگه افشار هنر بود، چون 13 برنامه مربوط اداره هنر ادبیات برنامه ادبی می‌شد. و ما کار خود از برنامه تلویزیونی مجله آغاز کردم به صفت پرودیسر. و اونجا بخشای اداری هم کار کردین، مدیری عمومی هم بودین؟ بعد از او باز سالای بعدش باز که من از پرودیسری باز معاون دایرکتر شدم، با دایرکتر شدم در برنامه، بعد از دایرکتر باز مدیر برنامه ادبی هنر ادبیات تلویزیون ملی شدم، همون 13 برنامه که قبلا بر شما گفتم. و بعدنش باز مدیر عمومی شدم. درست. تا سالهای 1387 در دوره قبل که طالبان آمدن، چون تلویزیون اجازه نداشت، من علاقمندی زیاد به کار رادیو نداشتم، خانه بودم دیگه. خب بله، با دوباره که برگشت کردیم باز آمدیم به صفت همون مدیر عمومی هنر ادبیات، با در سال 87 باز به صفت رئیس نشرات تلویزیون ملی باز ایفای وظیفه کردم. درست. از برنامه آینه شهر بسیار خود گفتیم، به خاطر که شخصاً از متأثر هستم و بسیار بیننده دیگه هم همین قسم. اولین بار که روی پرده آمدین کدام برنامه بود؟ اولین بار یک برنامه بود که از پیش سینمای پارک شروع کردیم، از بخش موتورشویی که چون در قانون هم پیاده روا مالکیت عامه می باشه، کس نمیتونه پیاده روا رو تصرف کنه. و با کمال تاسف حال که میبینید پیاده روا تمام چیز میبینیم دیگه، واجد به گفتار زیاد نیست. اونجا شروع کردم تا اساسا طرف برنامه
زمینایی که غصب میشد توسط زورمندا اونجا رفتم، تا تخطیهایی که در ادارات پلیس میشد و تا جایی که پلیس از مردم پول میگرفت خاطر ما را بلند منزلا دیگه شروع کردیم آمدیم و کار بسیار مهمی که در استقامت های آینه شهر داشتم یکی موضوع هتل اینترکانتیننتال بود بله. که اختلاس 7.5 میلیون دلار توسط لوی سارمال جبار ثابت لوی سارمال پیشین داشته بود و گزارش شما گرفته بودم و دیگه سه بار مافیا میخواستن که شرکت هوایی آریانا را کارمندای که در آریانا هستن صدای ما را میشنون تصویر ما را میبینن و سه بار ما خود رساندیم برای شرکت هوایی آریانا و نگذاشتیم که شرکت هوایی آریانا را مافیا مانند بانک تعمیری تعمیراتی و زراعتی اینا بخرن شخصی بسازن. سه بار ما این کار کردیم تا خدا رحمت کند شهید زبیلا اسمتی را از ما خواهش کردن که عکس های تخید تکت های تحرک است عکس های در گوشی تکت باز من گفتم نه بر حسب مایه قرآن برشان گفتم این نمانده میکنم لاش جلال لا نورید من کم جزا و لا شکر را در کار بله. خیر ما از کسی تشکری نمیخواییم بله. آریانا را با دیگه شام هتل کانتینتال کنم تقاضا داشتن رئیس وقتش که عکس ما باید در هتل کانتینتال یک جای باشد چون کانتینتال هم از چنگال مافیا بله. خب از... کار بود که خدا و ما وسیله شدیم بله. توسط هم گزارش های بسیار انتقادی سخت خود بود گزارش ها بر ما بسیار سنگین هم تمام شد اما بله. خدا را شکر که این کار را کردیم و یکیش در رابطه با شرک غازی امان الله خان بود کنجا اختلاس بالغ بر چندین میلیارد در فانی بود اما درست در اون نشد دیگه کار اینا شهر بود اینا رو صحبت میکنیم اینا رو صحبت میکنیم ان شاء الله کمی با جزئیات ولی فکر میکنم نوبت وقفه باشه پس از یک وقفه کوتاه ادامه میدیم بسیار خوش آمدین ادامه برنامه سراچه است اکبرزاده صاحب موضوعاتی که در آیین شهر دنبال میشد چطور انتخاب میشد اصلا شما به اساس خبرهایی که جاری بود یا روش خاص داشتین برای جمع‌آوری اطلاعات یا خب قطعا انگیزه های خاصی هم هست داشت یکی از موارد بسیار خاصه که جناب استاد بودی بود که میزان اطمینان مردم نسبت به چگونگی برنامه آیین شهر حاصل شده بود یعنی اعتماد بله. مردم پیدا کردیم بله. از جمله او برنامه و یا او رسانی نبودیم که تدمی شیم پول بگیریم یا کس بتانه ما را مور سکوت بر لبای ما بزنه که در این موارد هم با صحبت های خود داشتیم که پولای انگفت پیشنهاد شده بود قبول نکردیم یکی از موارد همی بود که برنامه که ما میگرفتیم ثبت میکردیم و برنامه کلن بدون سانسور نشد میشد قضای زیاد دیگه هم مثل خود زمین و ملکیت های تلویزیون ملی را هم شما دنبال کردیم بله چیزایی بود؟ بله در اون مورد ما یک سال گزارش گرفتیم که 8 جریب زمین را تلویزیون ملی برای سفارت کانادا بر 50 سال 12 میلیون دلار به اجاره داده شده خب بر 50 سال؟ 50 سال جالبی است که جایداد رادیو تلویزیون ملی ملکیتش مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ میشد اینا پسانا با تلاش کردند رادیو تلویزیون ملی را از بدنه وزارت اطلاعات فرهنگ جدا ساختند به نام رادیو تلویزیون مستقل اعلانش کردند ریاست مستقل خب بر هر حالش اینجا این پول تامیل ازی که با شما صحبت میکنم کس حاضر نشد که از در رابطه با چگونگی مصرف 12 میلیون دلار که اینا 50 سال با سفارت کانادا قرارداد کردند و جالب دیگه ای است که چرا قرارداد خود وزارت اطلاعات فرهنگ امضا نمیکنه که مثلا امضا میکنه وزیر خارجه قرارداد از لحاظ اصول باید در پای قرارداد امضای آقای کریم خرم می بود اما در پای قرارداد امضایش از آقای اسفنتا بود به صفت وزیر خارجه و جالب دیگه ای که مطابق با قانون مقررات باید داوطلبی میشد که در داوطلبی هر کس که برنده شده بود به این موارد داوطلبی و چرا داوطلبی نمیشه بعد ده ها و 20 تا 30 تا 100 موارد ما اسناد گزارش تهیه کرده بودیم که تو زمینای دولتی غصب شده بدون داوطلبی که باز نمونهش اگر فرصت بود باز براتون بیان خواهد کرد قضیه آریانا هم همونطور بود قضیه آریانا با می رقم بود ما چند بار که رفتم پیش آقای زبیلا اسمتی خدا رحمتش کنه بر من میگفت که ما از مافیای خارجی نمیترسیم از مافیای داخلی میترسیم که اینا تلاش دارن که آریانا را خصوصی بسازن و این علقه مافیایی را بخره و بناان متا که زنده است می کار نخواهد شوه و دو مورد ما قبلا هم تذکر دادم بر شما که سه برنامه ما پخش کردیم اینا یک برنامه داشتن به نام اوپن اسکای آسمان باز کار شرکت هوایی از خارجی که میتونه بیاد اینجا اینا زیر فشار گرفته بودن آریانا را و اینا در شروع
تخفیف میدادن به تیکت خود، مثلا تیکت کابل ایراد آریانا 1.5 دلار میداد، گونی مثال که حرف جزم نیست، در حد احتمالات ما صحبت میکنم. و این شرکت های خصوصی دیگه که زیر چتر اوپن اسکای می دادن، اینا مثلا تیکت کابل هرات اینا می گرفتن به 100 دلار، یعنی 50 دلار از آریانا که پایین تر. در شروع کارو میکردن عین کارو با پروازهای خارجی، در شروع کارو میکردن تخفیف میدن، بعد از آریانا رو ورشکست ساخته بودن، بعد اینا قیمت های تیکت خود چند بالا میکردن. یکی از خصوصیات کارای مافیایی در شرکت آریانا می بود. اما خدا رحمت کنه زویلای اسمتی را سخت استاد شد و آریانا را نموند و در پولیش ما چون برنامه آینه شهر برنامه مردم بود و جوابگو نیازمندی های مردم بود و ما هم در کنارشان استاد شدیم. جالب. شما در یک چیزی دیگه هم بسیار فوق‌العاده هستین که نام اشخاص و افراد همیشه گرفتین. هیچ دی قسمت از لحاظ حقوقی بلی از لحاظ حقوقی فکر کنین که اگر ما وقتی که صحبت نکنیم، اگر اسناد مدارک شواهد بگونی معتبر نداشته باشیم، مطابق قانون جزا باز ما خود مفتری میشیم. مفتری هم در قانون جزا در کد جزا آمده که چی است، چون اسناد تکمیل است و در مورد شهر قاضی امان الله خان گفتم، کانتیننتال گفتم، آریانا گفتم، تمام چیز بر حال موجود است. حتی یک سلسله قضایی که دوسیه‌اش از سرانوالی مفقود شده اید نیست، مثلا دوسیه کانتیننتال مفقود شد، یک دوسیه نیست. و وقتی که ویدوا هست، شما ویدوا رو ببینید، مثلا لوی سارموال پیشین جبار ثابت در صحبت خود گفته که ابدانی میلیون دلار از این اشخاص افراد ما گرفتنی هستیم. و کیا امضا کردن؟ چرا در دبی امضا شده؟ و چرا مثلا مسئول جنرال دایرکترش یا منیجر هتل کانتینجر چرا با ما پیشنهاد 80 هزار دلار رشوه میکنه؟ وقتی که من کتش مصاحبه میکنم، بعد از مصاحبه رنگ روش سفید میشه و دیگه نمیتونه. این برنامه 3 سال زیر قیچی سانسور رفته بود و وقتی که من رئیس نشرات شدم، باز برنامه رو من پخش کردم. او غوغا کرد دیگه. چون این قضایا هم قضایای کلان است و هم چند بودی است، ابعاد زیاد داره، حتما باید به شما هم تهدیدهای زیادی داشتن. ما یک ویدیو پیدا کردیم همکارای ما که برای دفتر شما راکت زدن، اون چیزی بود سر دفتر شبکه خبر. ولی از سال که من رئیس شبکه خبر بودم، برنامه مردم مسئولان رو پیش می‌بردم، یک راکت با سر دفتر شبکه خبر اصابت کرد، اما لطف پروردگار که او راکت انفجار نکرده بود. مسئولین امنیتی هم آمدن سر گلوله را کسایل کردن و تا مسئولین امنیتی جرات هم نداشتن که بالا شدن. من خودم بالا شدم، اول باز دست از اونا رو گرفتم. خب در تصویر میبینن دوستان؟ بله، در تصویر بوده اونا. بله. عجب. چون در عیات مماد به دست خدا هست. بله، بدون شک هیچ کسی کار نمیتونه. درست. خب نوبت وقفه است، پس از وقفه ادامه میتیم، با ما باشین. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است. اگر موافق باشین عکس‌ها رو ببینیم، در مورد عکس‌ها صحبت کنیم. خوب است؟ در خدمت هستم. خب عکس اول آقای غنی است و سلام عظیمی. خب سلام عظیمی، لوی سرانوال. سلام عظیمی رئیس ستر محکمه بود. رئیس ستر محکمه. قاضی القضات. هم در دوران حکومت آقای کرزی و هم در دوران حکومت آقای غنی در ابتدایش. آقای غنی خبر داشت که قاضی القضات متهم به اختلاس 7.5 میلیون دلاری با آقای ظلمه رسول است. خواه. در رابطه با قضیه کانتیننتال. آقای ظلمه سلام عظیمی رئیس کمیسیون شد که باید قضیه قراردادی که فیمی آبین فریکم و دولت شده این قضیه رو باید بررسی کنن. و ما در اثر فشار برنامه آینه شهر این قرارداد با شرکت فریکم فسخ کردیم. برای 50 سال بود، سال 1 لک بود، باز میرویس صادق آمد و چه اسماعیل خان وزیر شد، باز این قرارداد در 15 سال شد، سال 5 لک شد. باز جالب است که اینا مرا به دفتر خود خواستن، آقای سلام عظیمی. خب او وقت ما مدیر عمومی برنامه ادبی تلویزیون بودم. باز برام یک استیلام بسیار تون نشته کردن که آقای اکبرزاده را شما به خاطر استفسار بخواید داد شورای عالی ستر محکمه. باز ما رفتم که روزنامه 8 صبح آرمان ملی یکی دو تلویزیون فکر کنم نورین بود، دقیقاً فراموش میشده، دو رسانه تصویری بردیم و دو رسانه چاپی را که انت یک گپ است و ما میرم و ما از چیزی ترس ندارم و کپی مکتوب در جیبم است، ما میرم که شورای عالی. وقتی که رفتیم داخل، 4 نفر از قضات بزرگوار که 3 نفرشان از امریکا آمده بودن، در افغانستان اصلا فکر کنم خوب بودن، برای هر حال تازه داخل افغانستان آمده بودن، و یک شاقای کاموال بود رئیس خود اداری ستر محکمه. چوکی مانده بودن 4 نفر پالو دا پالو، برای من یک چوکی جدا مانده بودن مثل یک مجرم واره، مثل که استنتاق میکنن. بله، همین شیوهش استنتاق بار بود.
باز ششتیم و سلام علیکی کردیم و ششتیم گفت اینجا بیشتیم. گفت خب آقای اکبرزاده شما چطور گفت در رابطه با آقای سلام عظیمی در اخبار نشته کردین و ایگپا را گفتین باید جواب بتین. ما گفتم ما با حفظ احترام به شما ما به احترام شورای عالی سر محکمه آمدیم. آیا شورای عالی سر محکمه شما هستین؟ اگر شما هستین ما شروع میکنم. گفت که نه. ما گفتم خب ما بر شما حاضر نیستم که جواب بتم به خاطر از اینکه ما میخوایم روی در روی کته آقای سلام عظیمی صحبت کنیم. داخل رفتیم دفتر آقای سلام عظیمی بعد از یک دقیقه مرا بردن داخل رفتیم و آقای سلام عظیمی وقتی که من سلام کردم حتی با بسیار کراهت سلام داد جوابم نداد بسیار آرام بعد از اینکه دست دادم با چهار ناخن کردم دست داد بسیار با کراهت و غرور. ششتیم مرا گفت که شما یک مشت اشخاص افراد خائن هستین که با ضد نظام هستین و نظام هم میخواین از درون شما پوسیده بسازین. ما گفتم نخیر جناب عظیمی صاحب اشتباه گرفتین، یک مشت اشخاص افراد خائن در داخل نظام هستن و در ردای بلند حکومت کار میکنن، اونا میخواین نظام رو پوسیده بسازن. ویری که برشان گفتم مرا گفت که تو سارانمال هستی؟ گفت یا ژورنالیست. گفتم در حد صلاحیت های کاری خود بالاتر از سارانمال. گفت چطور؟ گفت تو در رابطه با این قضیه کانتینتال قیمت تعاملات با ما وارد کردی. گفتم شما چطور با کدام صلاحیت وقتی که قرارداد با شرکت فیلیکام فسخ کردین دوباره به اف کی اچ دادین؟ اف کی اچ فاضل کریمپور حکیمی. خب این مشاورین رئیس جمهور بود. بله. چطور شما این قرارداد گرفتین از پیش فیلیکام فسخ شد بر اف کی دادین و چرا دو طلبی نکردین؟ در این قضیه جناب آقای امین فرنگ هم در کمیسیون بودن و اینا کسایی بودن که قدر صلاحیت نداشتن و امضای آخره آقای سلام عظیمی میکرد. ما که از اینا پرسان کردم گفت که چی است این کار ما نکردیم؟ گفت قطعا دروغ است. ما گفتم که اسناد مدارک شواهد نشان میده که کار شما کردین. وقتی که استعلام کشتیم برشان نشان دادیم که امضایش بود، اول مرا یک مشت اشخاص خائن و فاسد گفتن، بعد از مرا گفت که آقای اکبرزاده شما چای تونه بگیرین ما شما صحبت میکنیم. ما گفتم ما چای نمیگیریم، پدرم خدا رحمت کنه برام گفت در جای نمک خورده بودی پاسش داشته باشی، ما چای نمیگیریم به خاطر که با شما مناظره نمیشه. باز چپ کرد. باز بعد از او ما چای نگرفتم خستیم برآمدیم و آب داد جریان صحبت شما گفت ما صلاحیت دارم تر زمین ولچک کنم زندان. ما گفتم که اگر صلاحیت کاری تان برتان اجازه بده ولچک زندان کسی میره که به مردم افغانستان خیانت کردن و در قرارداد کانتیننتال از طرف لوی سارمول جبار ثابت متهم به اختلاس عبدالی میلیون دلار شدن. خلاص از دفترش برندیم یک کتاب بسیار کلان بود زخیم استراتژی مبارزه با فساد اداری. گفت این کتاب بگیرین آقای برزاده مطالعه کنین. ما گفتم از این کتاب زیاد چاپ شده. باز از دفترش برامدیم باز بعد از اون دیگه چیز کردن نتونست. خب عکس بعدی رو میبینیم. خب این عکس بعدی مسابقات جنوب آسیا در نیپال هستیم. مسابقه بود که یکی زیاجان از زیاجان عظیم دیگه شاقای الیاس منچر که ترینر تیم شاهین آسمایی است بعد از مشتبه فیس. کدام سالا بودین اینا؟ این سالای 2004 بود که مسابقات جنوب آسیا بود. شوال وزیر ما برنده شدیم در مقابل تیم ملی قزاقستان 2-1. این همون عکس از همون خاطر است. بسیار خوب. عکس بعدی رو میبینیم؟ این بله. عکس از سالای 1373 هست. خب تیم ملی فوتبال رفتیم هرات، در هرات قهرمان شدیم. از هرات وسط آقای سید ضیاء مظفری است، شیرجان است، وحید جان است، رضا است، صبور است، دکتر صاحب قادر است، رسول است، حکیم جان، اشمت جان، نجیب جان. بالا عکس ما است، کفتان تیم بودیم اون وقت، خلیل است، کبیر است، عظیم جان. باز این سال که ما رفتیم ایران دو بازی با آذربایجان غربی داشتیم. بازی اول که ما مساوی ماندیم و قدرت تیمی که تیم آذربایجان غربی دید باز تیم دومش مسابقه نکرد. خب این مسابقه کابل کامدیم. بله چون در ایران قهرمان شدیم. باز کابل کامدیم اون وقت شهید براندین ربانی رئیس جمهور بودن. باز برای هر نفری می اعضای تیم ترکیب تیم 30 نفر بودن. باز برای هر نفر 1 میلیون افغانی باز بخشش دادن. بخشیدن با یک تشویق کردن. بسیار خوب بسیار خوب. همه این تیم حالا مصر ما جوان باشن دیگه. عکس بعدی؟ خب این عکس جالب است که صندوق حمایت مالی از ژورنالیست های افغانستان بود. آقای آصف وردک رئیس صندوق بود و ما رئیس دارالانشا بودم و دیگه دوستان در کنارشان و در ارگ ما دو بار دعوت شدیم از طرف غنی حکومت فاسدش که واقعا مردم ازش متنفر بودن. ما برشان گفتم که شما ضرور نیست که از خون ژورنالیست شما برین سنگای لاجورد بخرین، سنگای قیمتی و برین یک تحفه به خانم غنی بتین، یک تحفه به خودش. و اینا وقتی که رفتن ما تحریم کردم نرفتم. و دو روز شام که رئیس جمهور خودش
اعضای صندوق خواسته بود به خاطر کمک به صندوق که باز کمک هم کردن. ما هر دو بار نرفتم، از دفتر ریاست جمهوری مطبوعاتش که با ما زنگ زدن که شما منیس رئیس دارالانشای صندوق و رئیس اتحادیه ملی ژورنالیست‌ها و خبرنگارا دعوت هستین، فردا آقای غنی که شما صحبت داره. ما گفتم من نمیخوام از اون تیپ خبرنگارای من نیستم که آقای غنی شعارهای میانتهی بته و ما در قطار اول برزو چک چک کنم. و غنی آدم نیست که ما بهم صحبت های زیر گوش کنم. اردو بار ما تحریم کردم و در صفحه فیسبوک ما نرفتیم. ما اردو را نشته کردم نخینی. این قصه که با شما میکنم در صفحه فیسبوک خودم نشته کردم و ما تحریم کردم نرفتم و بعد از اون دوستایم که در صندوق بودن صندوق هم دیگه باز ما تحریم کردیم نرفتیم. جالب بودی بود که در طول مدت صندوق دفترش در خانه آقای آصف وردک بوده. اصلا بله اصلا هیچ وقت حاضر نشدن صندوق از خانه بکشن و در خدمت خبرنگارا باشن. و وای ما سالای قبل باز رفتیم قندار در خدمت اون خانواده ژورنالیست‌ها اینا بودیم، قندار هم رفتیم. دیگه ای هم یک خاطره بود که باید فکر کنم که حال کجا هستن بیان صدای خود در رابطه با دفاع از ژورنالیست‌ها بکشن بهتر خواهد بکشن. بله خب عکس بعدی داریم. این که انیس فکر میکنم مقامات در وزارت معادن در برابر 40 میلیون دلار اختلاس سکوت کردند. وزیر معادن از ارائه معلومات به آرمان ملی. خب ما یک مطلب تحقیقی داشتم در رابطه با قرارداد سنگ کرومایت بود، نوشته کرده بودم که 40 میلیون دلار در اختلاس صورت گرفته بود و اینا داوطلبی نکرده بودند و روز دیگهش اینا هم باز مرا معرفی کرده بودند به سازمان مالی و تحقیق. باز وقتی که ادامه گزارش دیگه خودم داشتم که 40 میلیون دلار اختلاس وزیر معادن جواب بده. باز وزیر معادن باز حاضر نشد که جواب بده و حتی دروازه رو بسته کرد، حاضر برای گزارش نشد و ما باز بایره در روزنامه آرمان ملی سریعا نوشته کردیم. عکس بعدی رو میبینیم. امید بسیار کوتاه، دنبال کردن این قضایایی که بسیار بلند هستن، هم با قدرت بسیار رابطه دارن، هم با پول هنگفتی که پایین بالا میشه. به شما هم پیشنهاد شده پول؟ والا چندین بار، یک بار شارک قاضی امان الله خان توسط ملقی فاسده که داشتن و چون زمین در حدود 6500 جریب پسانا تا 12000 جریب رسید و جالب است که در حکم نشته میکنه آقای کرزایی که بدون داوطلبی و این قضیه میره تا کمیسیون سام شکایت مشتران جرگه و ولیس جرگه و در دو جای تصاویر ویدیو هست. ما رفتیم دفاع کردیم، 100000 دلار امریکایی پخش داد و صدای آقای مالک نجیب زارا و صدایشان داشتیم. کاظم بر مصاحبه نشدن، گفت که آینی شهر سیار چه سی دست خلاص مصاحبه نمی کنم. 100000 دلار اونا توسط ملاقاتش پیشنهاد کرده بودن و 80000 از جان انجم مو که گفتم قبلا بر شما از کانتیننتال که گفت یک گفت برای خودت یک چیز ماندیم. ما گفتم سوا اینترویو خلاص تو شما صحبت میکنیم، فردا که مصاحبه رو گرفتم دیگه باز 80000 هم دیگه باز دست نوش نرس از اینکه باز یاد بده. بله زیاد بوده. عکس بعدی میبینیم. پیتر شگرت واقعا کسی که در طول تاریخ فوتبال افغانستان تانست خدمات ارزنده را برای فوتبال افغانستان انجام بده آقای پیتر شگرت بود. اما ویدیوهایی که پخش شد که چه قسم میره از میدان پاسپورت چه گرفتن، اجازه پرواز به تاجیکستان دادنش و چه فقط گپ شامی بود که اسلام امیری و آقای یوسف کارگر یک تبانی با بعضی از علاقات دیگه در فدراسیون سه بازی رو در ازای 300000 دلار آمریکایی بر عارف واگذار میکنن، یعنی پول میگیرن. بله بازی رو سه بازی رو میفروشن. یک تعداد بازیکن‌ها احتجاج کردن، تیم ترک کردن و یک تعداد بازیکن‌های دیگه پول گرفتن و ویدیو ازی هم هست و مجله رو ما از آلمان خواستم که یک رسانه معتبر آلمانی گزارش پخش کرده و عکس های از اینا رو من داخته بود که اینا 300000 دلار از سه بازی گرفتن. این خیانت کلان بود به فدراسیون فوتبال و روز هم کسایی که خیانت شریک بودن هنوز هم در فدراسیون فوتبال حضور دارن. حضور دارن متاسفانه. اینم صحبت میکنیم، عکس آخر رو میبینیم بعد نوبت وقف است. خب این عکس فکر کنم که سرش صحبت شد، اما چیزی که جالب بود این عکس، خب جبار ثابت ادعا کرده که عبدانی میلیون دلار ما باید از اینا بگیریم، امضا را آقای زلمه رسول کرده و زورگویی را آقای سلام عظیمی. ببینین فساد از بالا هست، اما بزرگا میگه ماهی از دان گندیده میشه، نه از دم. این فساد که ما بررسی کردیم از بالا بوده، فساد از پایین نبوده، از این ردا بوده. شب که گزارش رو میخواستم پخش کنم ما فرا خواندشتم توسط آقای زلمه رسول، ما باید بگم در این مورد هم صریحا در موتره لنکروزر زیره مرا بردن داخل هرک و شب تا 11 بجه من در میمان خانه موندم، از ساعت 8:30 تا 11 بجه تا آقای زلمه منتظر آمد منتظر و این وزرشان معجبه ای بود که صدر اعظم استرالیا آمده بودن در ملاقات بودن و اینا مشاور شورای امنیت بودن وقت. باز وقتی که آمدن سلام علیکی کردیم شیشتیم در چایکی و گفت خوش آمدی آقای اکبرزاده. من گفتم سلامت باشین دکتر سیم. گفت که آقای اکبرزاده از پنشیر سی از بدخشان. ما وقتیش سیاه بود سرم سیاه. ما گفتم که ما خدمتگزار کل ملت هستم، پنشیر بدخشان اینا برای ما هیچ چی نیست، ما خدمتگزار کل ملت، جای ما از شهر قدیم از چنداول هستم. گفت خب، ما گفتم چرا سوال کردین؟ گفت چون قدیم مردم ما مشکل دارم.
یار فایز که آقای ظلمی رسول به ما زده خدید مردم بله باز ما برش گفتیم که اینی قضیه کانتیننتال است و امضا شما در دبی کردین بدون داوطلبی خارج از مرزهای افغانستان و هتلدارا اینجا حاضر هستند که این هتل سال $2 میلیون اجاره بگیرن و شما این سال $1 میلیون داده بودین و پسانی رو میرویس صادق 100,000 شما داده بودین و میرویس صادقی رو 500,000 ساخته قرارداد 50 سال و 15 سال تخلیل داده و شما مجبور هستین که مصاحبه کنین. من بلانس حفظ کرده پیش شما آمدم و چند روز تماس گرفتم تا سکرتارش جواب داد، گفت که آقای اکبرزاده ما در این مورد مصاحبه نمیکنیم و شما این برنامه رو پخش کردم نمیتونین. گفتم ما پخش میکنم و باز یک شما مصاحبه نمیکنین خط چداست، گفت باز ما ببینیم که چه قسم پخش میکنین. اونم بود که واسه سانسور قیچی شاکم شد تا قبلا صحبت کردیم باز مک رئیس نشرات شدیم میره که پخش کردیم باز غوغا شد باز در چند اداره ما خواستن که تو من ایره هم پرسان خواد کردم که بر زندگی شما و بر کار شما تاثیر داشته یا خیر. خب نوبت وقفه است فکر میکنم میریم وقفه، پس از وقفه ادامه میدیم صحبت های با استاد اکبرزاده. بسیار خوش آمدین ادامه برنامه سراچه. یک بار من شنیدم که ورق یا امو مکتوب انفکاک شما روی میز دان بود. بله. علتش چی بود است نسبت به نسی قضاهای زیاد؟ خب یکی خب باید همین یک بخش صحبت این باید هزار سپاس از قوری سب کبیر ایداری کردم. اونو مکان که شما دیدین تکه خانی وقف عام مرحوم میر اکبر آغاز که خدمت تاریخیش 170 سال میشه، یعنی جای وقف است که در خدمت مردم است. با معذرت چون فراموش میشه لطف کردید. وقتی که شرک غازی امین الله خان برنامهش نشر شد، در جریان از او در ختم مصاحبه از او جبار ثابت با ما گفته بود که آقای اکبرزاده شما هستین تلویزیون دولتی و ما هم یک مقام بزرگ دولتی یعنی لوی سالن مولی، مصاحبه مرا هر کس سانسور کنه ما او را باز حق دارم مطابق قانون رسانه با پای میز محکمه اختار داده بود. اختار داده بود که یعنی مصاحبه باید سانسور نشه چون شدید آزرده بود از او قرارداد. جبار ثابت و رئیس جمهور برش اجازه نداده بود. این جزئیات از بسیار زیاد است. درست. بسیار زیاد. فرداش که آمدم در دفتر در سکرتاریت برام سکرتر دفتر گفت ریاست نشرات که اکبرزاده صاحب اما اخبار را بخونید خانم که جبار ثابت با حکم رئیس جمهور برکنار شده. دو روز بعدش ما به کمیسیون تخلفات رسانه‌ای معرفی شدم نظر به شکایت آقای نجیب زراب که در او کمیسیون آقای کریم خورم در رأس او کمیسیون بودن، سارانوالا بودن، جامعه مدنی بودن، حقوق بشر بودن، نهادهای مختلف که حدودا 11-12 نفر اعضایش بود، آقای دادرس اینا هم در او کمیسیون بودن. ما اونجا که رفتم از ما سوال کردم تو تحقیق شروع شد اما خواه. فضایش نسبت به او فضایی که آقای سلام عظیمی داشت یک ذره فضایش گرمتر و خوبتر و مؤدبتر بود. گفتن چطور این کار کردی؟ باز من قانون اساسی رو کشتم ماده 66 بند 2 تانست ثابت کنن که مثلا رفتار شما خلاف اصول اساسی بود. جالب چی بود جناب استاد؟ آقای معنوی منیس یک قاضی بسیار مجرب قرار بود معاون سر محکمه شو و امو مصاحبه از معاونت سر محکمه هم کارش خراب کرد، نمایندش شو مصاحبه کرد، کمیسیون هم شکایت گفتن خلاف است، آقای معنوی گفت خلاف است، کل مطابق قانون اساسی ماده 66 که رئیس جمهور در دوران اعمال صلاحیت‌های خود نمیتونه جایداد دولتی رو بدون حکم قانون یا به فروش برسانی بند 2 است و یا اهدا کنی، هم فروخته بودم اهدا کرده بدون داوطلبی. باز ما اونجا در کمیسیون دفاع کردم مطابق قانون اساسی برنامه رو پلی کردن اونجا دیدن وقتی که خلاص شد باز یک تن از اون اعضا آمد روی من رو ماش کرد گفت آفرینت به دفاعت که خوب دفاع کردی گفت و واقعا همه گیر گفت سر جای شاندی. باز ما آمدم سه شنبه بود آمدم دفتر در کار می آمدم فرداش چهار شنبه بود که آمدم دفتر در کار مکتوب بر کناری نسر میزم خب از ریاست نشرات همکارا یک تعداد خیلی ناراحت شدن، یک تعداد خواهرای بزرگواری که در دفاتر مختلف کرد ما کار میکردن گریان کردن. ما گفتیم گریان نکنین، خوش باشین که ما با آبرو با عزت به خاطر دفاع از حقوق مردم ما برکنار میشم. خوبی است که من نکنم رشوت، فساد، چور، دوزی، خیانت هیچ کام کپی و ما به خاطر دفاع حق مردم از وظیفه برکنار میشم. و این جالب است که این مکتوب گرفتیم ما اونجا از دفتر برآمدم از با شخصی که داشتم که خود گرفتم چهارشنبه پنجشنبه در خانه بودم که از ریاست نشرات تلویزیون از بخش سکرتاریاتش زنگ آمد به من که یک مکتوب از کمیسیون تخلفات رسانه‌ای بر شما آمده. ما گفتم میشه مکتوب کاپیش به من رای کنی؟
اصولا اصلا نمیتونن چون اسناد محرم دفتر است، یا مثلا میشه که برما بگویی که چی است متواش، باز کاپیش هم رایی کرد متوا رو گفت که برنامه مطابق به معیارهای پذیرفته شده ژورنالیسم بوده. آقای اکبرزاده مسئول برنامه آینه شهر، رئیس نشرات تلویزیون، ادنا و تخلف رسانه‌ای را مرتکب نشده، بناهن قضیه باید به ادارات عدلی و قضایی راجع شود. ما اول سعی کنین امو که گفتم مافیایی، اول ما برطرف میشیم بعد از اون باز مرا کمیسیون برات میتن، یعنی کلش یک حلقه مافیایی بوده که دست داشتن. که بعد از اون میگن شما پشت میز ریاست نمیشیشتین. والا ما هیچ عادت نداشتم واقعا، به خاطر از اینکه امیر ریاست اینا شما میبینید ام چوکیا دروز است. بله بله بله. واقعا جالب است کسی که ارزش شبو فهمه و ما هیچ وقت چی شبکه خبر تا اینجا اگر کدام مصاحبه چیزی بدن آمدن گفتن دواده جریان کارید نمیشتم، چوکی میموندم پالی همی میزی که از ریاست نشار پالی همی میز میشتم چیزی سوی تفاهم کدام وقتی نشد چیزی خاطره. ولی خاطره جالب یک روز یکی از دوستا از کمپانی مخابراتی روشن آمدن، امی سکرتر مسئول ما اسمت جان رفته بود پایان همی یک مکتوب برده بود که امضای رئیس عمومی را تلویزیون بگیره. یه آدم که آمد راست در آمد از سکرتریت، سعی کرد کسی نیست، راست در آمد دروازه رو واز کرد دفتر من، گفت اجازه است؟ من گفتم بفرمایید نیال. آمد پیش گفت می رئیس نشرات کار دارم. من گفتم امر کنین چی کار دارین؟ یک مکتوب است همین رئیس شعبه، در این شعبه میرم هیچ کس امضا نمیکنه، یک اعلان است از کمپانی روشن. ما رفتم بیار مرد ما برات امضا کنه. گفت نه بدر بان که امور خودش به امضا کنه که حالا باز این مکتوب ما باز چی نمیشه. این مکتوب که دست خواهم پیش کرد که بیادر امیر غرض نگی بان خود رئیس به رئیس امضا کنه که ایجا بروکراسی زیاد است در ادارات مرمه تاید. دمی جیران بود که اسمت جان از پاهان آمد مکتوب دستش برزی بیادر که خیرت است که یک مکتوب آردیم از کمپانی روشن اعلانات است. میگم که رئیس امضا کنه و اینی بیادر شاله است که خیر ما امضا میکنم. بازو بر شاستای کده گفت که رئیس نشارات این خودش است. بازو معذرت خواست مکتوبش امضا کردم اسمت کچروی کردم کارش خلاص شد دیگه دفترای رو باید برش سرگردانی خلق نکنن تو از این گپا ولی یاد اداره زیاد. و در این قسمت آخرین سوال من قبل از که وقفه بریم میگن به همکارا کدام وقت ایدی روان کده بود کدام والی سیب؟ یکی از والی صاحبای ولایات که خب به هر حال برادرشون دوستم میشد، خودشان بهش احترام داشتیم، خب والی بودن در هر زمان آدم اون اخلاق امو حکومتی را یا امو اداره را مراعات میکنه. اینا یک مقدار پول رایی کردن در شبکه خبر و من خبر شدم که $400 در شبکه خبر توسط چند نفر بسیار معدود که بسیار مشهور بودند این کارا اونا. باز برای ما اول آمد که $400 آورده شده در شبکه خبر. باز ما همین دو سه نفر که اینا رو خواستم بالا مفتم پول کی گرفته اینا رو خطا شدن، گفت که پول فلانی گرفته. پول چی است؟ گفت پول فلانی والی صاحب ایدی رایی کده برای همکارای شبکه خبر. گفتم نه ایدی نیست، ایتت می شدن است که باید خبرایش که خبر نیست از لحاظ اصول، ارزش خبری نداره، به این خاطر شما رو میخواد تدمی کنه بنان. باز ما وزیر سیوت لات فرنگ وقت آقای رئین بود استاد بزرگوار که واقعا مرضیات ما کردن سپوت کردن ممنون شان و از آقای خرم به این تشکری میکنم که مرا از یک بخش مدیریت می آوردن رئیس نشرات ساختن اعتماد کردن. این اخلاقا باید آدم تشکر که چه کار کردن گپای بعدی است. باز با رئین بر استاد زنگ زدم که انت یک گپ است که من پول رایی میکنم بر شما. گفت نه پول پیش تو باشه، هفته دیگه گفت جلسه با والی صاحب میاد در خیمه جرگه همونجا لوی جرگه استراری بود، گفت میاد همونجا با صحبت میکنیم. تصادف خب امی پول همونجا بود در یک پاکت گرفتگی و خواه قدرت خدا کمی یک کسی که خجل میشه و میشن من یک آدم فاسد خواهینم همینجا استاد که والی هم آمده و امی همکارایی که بودن اینا هم آمدن و وزیر هم استاد. من گفتم که استاد وادهش هست که امی والی صاحب شما یک چیزی بگوین که ما اگنی از دل ما در دل ما میمانی کم. گفت جناب والی صاحب گفت تو میفهمی که آقای برزاده بسیار آدم سریع و تند است. گفت چطور؟ گفت پول چی کتاب بزن؟ گفت جناب وزیر صاحب پول ما به خاطر ایدی رو یک بدم. گفت نه ضرور نیست که تو بام کارای شبکه خبر با $400 رای کنی که ایره برای ایدی تان. والی یک دفعه ور خطا شد، والی گفت که جناب رئین صاحب پول گفت 400 نیست که ما $2000 رای کرده بودم. اگه کس کارده بود $1600 او دراز داده بود. باز او همون کسی هم که والی رای کرد باز او والی او آدم برطرف کرد. باز دیگه از اینکه پاس یاد است کنیم چی روزایی را گذاشتاندیم. خب وقفه میریم، پس از وقفه قسمت های بعدی برنامه. خوش آمدین ادامه برنامه سراچه. در همین جا فرصت این هست که از حمایت کننده مالی برنامه تشکری کنیم، هپی مسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر، حتما استفاده کنین.
استاد شما علاقه دارین؟ بله، اون نسبت این سلامتی شما. خب یک عرصه دیگه زندگی و تجارب مهمان ما آقای اکبرزاده دنیای ورزش است. اصلا از این شروع کنیم، با فدراسیون چند سال میشه تو کشیدگی ها دارین؟ فدراسیون مدت 13 سال شده. از سال 1385 که من وصفت رئیس فدراسیون فوتبال کابل بودم، وقتی که گسترش فساد دیدم باز من دیگه تعمل نتونستم چوبانه. درست است. اول یعنی چیزی که بر من هم زیاد روشن نیست، امی میکانیزم تعیین ریاست در فدراسیون چطور بوده؟ چه قسم بوده؟ یعنی از قرار خبرها شما زیاد قضیه هم تعقیب کردین؟ بله. خب در 13 سال مبارزه ما دوام داشته، چون وقت ما رئیس کلاب شاه بودم و چند رشته ورزشی داشتیم و کلاب ما در لیگ برتر قهرمان بود. اسلام امیری، مشتاوی فیض، الیاس، زیاجان، اینا از جمله شاگردای کلاب ما بودن که اینا در فدراسیون فعلا حضور دارن. بله. وقتی گسترش فساد ما دیدیم در فدراسیون فوتبال و ولایت بازیکن‌ها را می دیدیم، محرومیتشان را می دیدیم، ما تعاملش نتونستم و ما استعفا کردم از اونجا، برآمدم و مبارزه را شروع کردم تا اینکه حرفایی که ما می خواستم بگویم، چیزایی که ما می خواستم با جانیان و خصوصا با فدراسیون جانی فوتبال برسانم، او حرفا به کرسی خود ششت و او حرفا واقعیت پیدا کرد که درست شد. بحث دیگه که در رابطه با فدراسیون فوتبال داریم، مطابق اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، بعد از یک سلسله مراتب میای به اف سی و فدراسیون آسیایی که 4 سال به 4 سال در فدراسیون فوتبال افغانستان در یک فضای آزاد و دور از تقلب و فساد باید انتخابات شود. 13 سال میشه در فدراسیون فوتبال افغانستان انتخابات صورت نگرفته. آها، با چه دلایلی مثلا؟ خب یکی از دلایلش تدمیر شدن آمرین ورزشی ولایات بوده. صریحا مزید میگم کسایی که آمرین ورزشی ولایت در سالهای گذشته خصوصا در بخش فوتبال ده خیانت اینا شریک هستند. شریک به این بودن میگم که هستند که اگر شریک نبودن چرا نگذاشتن که انتخابات شود؟ چرا تشکیل جنرال اسامبلی ندادن؟ و این یک خیانت بزرگ بوده که به فوتبال افغانستان شده. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم، آیا در دوران های حکومت های قبلی فضای امنیتی مساعد نبوده که نماینده های فیفا بیان انتخابات کنند در افغانستان؟ دو نمایندهش در سال 95 آمدن کابل به نام آقای کفاشیان است اف سی و آقای وحید کاردانی. در هتل کابل سینا ممرایشان انتریو داشتم، صحبت کردم، تمام گپا را برشان گفتم، تخلفات و تخطیار برشان گفتم، اما با کمال تاسف که اینمی دو نماینده هم تطمیع شدن به پندار اغلب. اگر اینا تطمیع نشدن چرا انتخابات صورت نگرفت؟ و اینا کوتاهی کردن و با یک امانگی از قبل و با رابط پشت پرده که با فدراسیون فوتبال برابریش داشتن، از جمله آقای علی آقازاده و پسانش آقای شهاب سکرتر جنرال که فعلا فراری هست، و اینا کسایی بودن دی خیانت ها شریک بودن و اینا نتونستن صدای ما را، ویدوهایی که ما داده بودیم، صدا و ویدوها را برسانن به فدراسیون جهانی فوتبال. تا این لحظه که ما با شما صحبت میکنم، دو هفته قبل هم مکت آقای رئیس سرپرست کمیته ملی المپیک که سرپرست است نمیتونن خود رئیس اعلان کنن و رئیس تربیت بدنی، ما صحبت کردم، بسیار کوتاه، بسیار گپ بسیار سرسری پیششان بود. در حالی که عالم خیانت در فدراسیون فوتبال صورت گرفته، سالانه بالغ بر 6 میلیون دلار حق ظرفیت سازی داره فدراسیون فوتبال افغانستان. در 13 سال این پول کجاست؟ یک کی جواب میده؟ فدراسیون فوتبال در یک تشکیل جنرال اسامبلی مصارف جواب میده، فدراسیون آسیایی جواب میده و فیفا. ما از طریق برنامه شما صدای خود به فدراسیون جهانی فوتبال میگم که فیفا شما بیاین قضایای فدراسیون فوتبال افغانستان رو بررسی کنین. شما میگین فدراسیون مستقل است، حق مداخله رو در امور فدراسیون فوتبال حکومت نداره. ما قبول دارم که اصول است که حق نداره، اما این پول ورزشکار افغانستان است. و جالب دیگه است که قرارداد که شرکت الکوزای با فدراسیون فوتبال داشتن که هر سال بالغ بر 850000 دلار به فدراسیون فوتبال پول میدادن. سه سالی پول گرفته شده. که بالغ بر 3824 2 میلیون 400 هزار تا 2 میلیون دلار در 3 سال گرفته شده و مکتوب دیگه میته، مکتوب رسمی موجود است که شرکت الکوزای مکتوب داده، قرارداد بعد از 3 سال که فدراسیون فوتبال فسخ کردن و ضعف مدیریت بوده که فساد اداری بوده اینا فسخ کردن و یک تعداد به نام ورزشکار فدراسیون فوتبال به نام تیم ملی فوتبال کشیده شدن خارج برده شدن دمی چند روز دمی هفته گذشته. و این جواب باید فدراسیون جهانی فوتبال بده و فدراسیون فوتبال فعلی افغان افغانستان که سرپرست است آقای یوسف کارگر. آقای یوسف کارگر یه جواب بده، سه بازی را که اخبار مجله آلمانی سرشان بر علیشان قامیده و ایره باید جواب بدن و ورزشکارهایی که بیرون رفتن خانواده خود کشتن اینا باید کلش جواب بدن و این خیانت کلان در فوتبال افغانستان است. فیفا و فدراسیون جهانی اف سی باید جوابگوی مردم افغانستان باشند. بله. جمع سرپرست کمیته ملی المپیک. آها. قبل از اینکه بگویم فعلا ورزش وضعیتش چطور است و فدراسیون چطور است و آینده چطور میشه،
فساد اخلاقی وجود داشته، درست است؟ خب فساد اخلاقی را شما در کنار فساد اداری شما دیدین، فساد اخلاقی را شما گزارشایش دیدین، فساد اخلاقی را کسایی که دعوا کرده بودن طرف دعوایشان معلوم بود کیا بودن که گفتن فساد اخلاقی. و چیزی که جالب است و نقطه عطف است، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا کمیته قضاییش بر اساس کدام اسناد مدارک شواهد رئیس قبلی فدراسیون فوتبال آقای کرام الدین کریم مادام العمر از فعالیت‌های ورزشی محروم کردن و بالغ بر 1,000,000 فرانک سوئیسی که معادل 1,000,000 دلار آمریکایی میشه جریمه نقدی کردن. این خودش گپ میرسونه که چی است؟ این بحث است کسایی که خامی دعوا کردن در فساد اخلاقی، اونا جواب میتن و فدراسیون جهانی فوتبال تصمیم خود گرفت. بله بله. علی ورزش ما کلیتش وضعیت بهتر قرار داره نسبت به سالهای پیشتر؟ با کمال تاسف نخواهید، چون در سالهای پیشتر سقف بنیه مالی فدراسیون فوتبال بسیار بالا بود و اینا در رقابت ورزش پیش می بردن، مثلا در لیگ برتر. لیگ برتر از لحاظ اصول، از لحاظ فن، صدای تمام ورزشکارهای داخلی و خارجی که هم مسلک ما در فوتبال دارن میشنون، این لیگ برتر نیست. لیگ برتر اصولش قانون است و طرز العملش چیز دیگه است که ولایات با هم رفت و برگشت می داشته باشن، حداقل بین 8 ماه تا 9 ماه دوام میکنه لیگ برتر. اینجا در 34 روز ختم میشه. بر هر حالش خب یک زمینه رشد و ورزش بوده، اما لیگ برتر غیر قانونی بوده و نسبت به سالهای قبلی ورزش فوتبال و سایر ورزش ها چون بنیه مالی نیست، تمام چیز مرتبط میشه با تقوی بنیه مالی. چون بنیه مالی نیست در ادارات ورزشی و ورزش افغانستان فعلا خصوصا فوتبال در حالت رکود قرار داره. بله، پیش بینی های هم میکنین مثلا به لحاظ حمایت های حکومتی فعلا و مدیریت کلی که در آینده چی میشه؟ یعنی امیدهای هست یا نه؟ 100% امید است، به خاطر از اینکه آدم ناامید نمیشه. اما میکانیزم وقتی که ما انتقاد میکنیم با درایش هم باید بگیم ما این تقاضا و این توقعی را هست حکومت یا از کمیته ملی المپیک در رابطه با رشد و تقویه بنیه مالی فوتبال نداریم. سالهای قبل در دوران حکومت آقای کرزی سال 2,000,000 دلار به اکانت فدراسیون فوتبال افغانستان می آمد. شما فکر کنید 2,000,000 آقای کرزی می داد، 6,000,000 از فیفا می آمد، 8,50,000 از شرکت الکوزه می داد. این پولا کجاست؟ آیا حداقل این پولا را یک کس جواب می داد؟ می نزید تلویزیون شما، ما حاضر با مناظره هستم بر فدراسیون فوتبال، هر کسی که حاضر باشه تاریخ خود تعیین کنه، روز خود تعیین کنه با اسناد مدارک. اینی می چیزایی که ما میگیم باید جواب بدن. خب بحث ما به درازا نکشه، کوتاه صحبت میکنیم. فعلا ما تقاضای نظارت فدراسیون جهانی فوتبال و اف سی فدراسیون آسیایی را داریم که انتخابات در افغانستان برگزار کنن، یا اگر انتخابات نظر به شرایط فعلی حکومتی و لحاظ سیاسیش حرفایی که از به رسمیت میشناسیم نمیشناسیم، ما هیچ به این کار نداریم، ما در استقامت خود صحبت میکنیم. اگر اینا زمینه انتخابات برگزار کنند، میتونیم ما اگر انتخابات خوب داشته باشیم و بعد از 13 سال در فدراسیون فوتبال انتخابات شود در پالی ازو، اگر نمیشه بر مدت 6 ماه یک کمیته بی‌طرف باید زیر نظارت بگیره فدراسیون فوتبال افغانستان بنیه مالیش که پول گرفتن. در بخش از خیانت ها میفهمین، یک کس مثلا آمده پیدا شده، ما یک وقت تیار کردیم فوتسال رسانه را، ما خودم تیار کردم، تمام رسانه ها بودن، آقای رحیمی را که سابق رئیس تربیت بدنی بود ایره رئیس فوتسال ساختیم، ایره ما آوردیم رئیس تربیت بدنی ساختیم و یک روز پیران تیم ملی را آقای حفیظ ولی رحیمی در جان خود نکردن، گفتیم باشیم بر ورزش افغانستان. اما با کمال تاسف که ورزش بردن دو دسته در طبق آقای غنی درک ماندن، ورزش سیاسی ساختن. یک آدم از فدراسیون فوتبال افغانستان به نام آقای علی کاظمی با دیگر شرکایش 20,000 دلار از عزیزی بانک به نام فوتبال رسانه ها میگیرن. ما فوتسال ساخته بودیم داخل سالون فوتبال رسانه را که یعنی بر علیه ما یک جبهه دیگه تشکیل بدن که تیم میدانی کلان 11 نفری داشته باشن و او دوستیش هم دسارمالی بود، دسارمالی و دوستیان گم شد که 20,000 دلار که از عزیزی بانک گرفتن، چند نفر دایی شریک بودن، کیا بودن. اما با تاسف والا سلم میکنه مرکز هم گزارشگر هستن در رسانه خارجی، اما اینجا هنوز تال جواب ندادن و دوستیان دلوی سارمالی. این خودش تاسف است و میکانیزم دقیق بر فوتبال فیفا و فدراسیون جهانی و آسیایی میتونن در مدت 6 ماه یک تیم حبوری را تیار کنن تا این تیم بتونه زمین انتخابات فرام بسازه. ما هیچ با پول حکومت به اداره فیلی با پولش ضرورت نداریم. پولی که فیفا میده و پولی که شرکت ها اینا میده، این پول خودش جوابگوی نیازمندی های فدراسیون فوتبال افغانستان است. بله، به لحاظ حقوقی و اصولی بررسی خود مکانیزم طرح یک بازی، چرا امکان از این وجود داره که اصلا بازی ها فروخته شود به نظرتان؟ خب خدمت شما عرض کنم که از قبل این نظر و ظرفیت خود مدیریت تیم، منیجر تیم، ترینر تیم، رئیس تیم
رئیس فدراسیون کیا هستن؟ این قسمی که پیشتر ما در رابطه با کانتیننتال و شرق عظیم الله خان کل چیز از بالاست، از پایین یک مدیر کوچک یک مدیر خرد نمیتونی کار کنه، چون هیچ یک امانگیست یک تبانی هست و اینا اصلا در فکر آبرو عزت افغانستان نشتن. وقتی که اولین باری قضیه را من در مطبوعات مطرح کردم در رسانه های تصویری صوتی چاپی و بعدش در صفحات اجتماعی، کلی میگفت که آقای اکبرزاده اتهام میکنه، آقای اکبرزاده غیر شکایت دیگه هیچ گپ نداره. او مردم ما اسناد مدارک داریم. بعد از این بود که دو ماه بعدش در مجله مشهور آلمانی این قضیه هم آمد و این مجله را من پست باکس گرفتم، پول دادم، کلی پوز باک صندوق دیگه جور کن تا این مجله ماجرا خواستم کابل و این میزان اطمینان ثابت چیه گپ است. بعد از او باز صفحات مجازی برآمد، عکس شگرد معامله کی معامله کرده، چند بازی سیلونی و نیپال و کجا سه بازی $300,000، هیچ کس از اینا پرسان نمیکنه و به نظر من جوابگوی درجه اول آمرین ورزشی ولایت هستن که از ولایت من در بدل $2,000-$3,000 اتوماتا سالهای قبل صدا داشتیم که یکی از مسئولین یکی از بانک‌های خصوصی صدا میکنه که بیاین به فلانی رای بدین $3,000 تا بگیرین، شما پشت فلانی خان نگردین. در حالی که اگر سیستم واقعا سیستم مسلکی باشه، آدم میتونه که یک ورزشکار بسیار خوب بیاره رئیس فدراسیون فوتبال بسازه، در کنارش من یک کوچک ما هم جزء تیمش باشیم، با مردم افغانستان خدمت کنیم، ورزش از ایالت نجات بدیم. حداقل ورزش هم یک خنده و لوای مردم میاره. چرا اصلا بله. اصلا جالبی است که همیشه متواتر در خبرها میشنیدیم که ورزشکارای ما وضع خوب ندارن و بهانه بسیاری از سرتیمه های ولایتی یا آمرین ولایتی بیشتر به نظرم مربوط به شرایط بوده که شرایط خوب نیست و فلان فلان. به هر حال پس از وقفه ادامه خواهد دادیم بخش آخره و صحبت هایی که هست سوالاتی که باقی مانده باشه. بسیار خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه و قسمت های پایانی برنامه هستیم، سوالاتی که باقی مانده رو مطرح میکنیم. از حامی برنامه خود تشکری میکنیم، هپی مسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر، حتما استفاده کنین، هم لذت داره و هم فواید خوده قسمی که گفتن. ما یک وقتی آرمان میکردیم وقتی مؤسل بودیم، به دل ما میگشت که وقتی انتخابات میشد و بعد انتخابات تعیین کابینه اینا بر تحصیل، بر مکتب، بر همین ها تاثیر میکرد، بر وزارت تحصیلات عالی، بر معارف. آرمان ما این بود بین مؤسسین که میشتیم کاش که وزارت معارف و تحصیلات عالی اونا سیاسی نباشن اصلا. هیچ اینا به تصامیم که مناسبات قدرت است رابطه نگیرن. باز آمدیم یگان وقت یگان چیز نشته کردیم، طرح کردیم که بیاین فقط دو سه وزارت فقط سیاسی باشن، مربوط به تعیین و تغییر رئیس جمهور اینا دیگه، همیشه کار خود ادامه بدن به خاطر که بر مردم ارتباط دارن. وزارت صحت هم مثلا چرا باید سیاسی باشه؟ به صحت مردم مربوط است دیگه. اینا به خاطر که فلانی سبد بالا هست باید مردم صحتمند باشن، اگر نیست مردم باید مریض شون. خلاف منطقه است واقعا. معارف هم این قسم. فدراسیون چطور رابطش با سیاست یا سیاسی شدن فدراسیون چی رازهایی داشته؟ خب در اون زمانی که برای نخستین بار آقای کرام الدین کریم آمد رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان شد، فشارهای از طریق آقای فهیم بود که معاون اول رئیس جمهور بود، یک وقت هم وزیر دفاع بودن، فشارهای از اینا باعث شد که یادم بیاید باید در فدراسیون فوتبال رئیس شود. خب در اساسنامه هم یکی از نقایصی که اساسنامه در امی است، البته از نظر ما، به نظر از اینا میگن که هر کس میتونه مثلا یک آدم متمول سرمایه‌دار میتونه رئیس فدراسیون فوتبال شه که خدمت کنه، اما از فدراسیون فوتبال نخوره، به فدراسیون باید بیارن. اما اینجا اینا چون آید میدن که فدراسیون فوتبال چه قاعد است، همگی فشار داشتن سر فدراسیون فوتبال که باید بیان رئیس شون. و سیاسی بودن فدراسیون هم همین بود که ورزش افغانستان در پردگاه ابتذال قرار داد و تا اندازه‌ای که ما شما می‌بینیم و این ادارات خصوصا ما که رئیس تربیت بدنی و سرپرست کمیته ملی المپیک آقای مطمئن که صحبت کردم، ما ازشون خواهش می‌کنیم بود حتی در مصاحبه خود گفتیم که مانند رئیس تربیت بدنی سابق ورزش سیاسی نسازین، بگذارین که ورزشکارا در یک فضای آرام بر مردم خود افتخار بیارن. چرا ورزشکار ما فرار کنن؟ علی عربزاده خدا رحمت کنه مثلا یک ورزشکار فوتسال ما شما در ایران فوت کرد، اونجا سکته کرد، بچه جوار خوب در مسابقات 2019 از خود افتخار آورد در نایب قهرمانی. برهر حالش چرا ورزشکارای ما برای بیرون؟ حالا اگر فضا مساعد شوه و همه چیز سیاسی نسازن، ورزش افغانستان ما یک گپ بر شما باید بگویم، مسئولیت ما است. ورزش افغانستان اداره ورزش برابر با 4 وزارتخانه هست.
شاید هم سوال پیدا شد چرا 4000 خانه ورزشکارایی که ما شما در مرکز داریم در ولایت داریم اینا زیر یک چتر میان فعالیت میکنن به این خاطر میگم ارزش بالاتر از زورتخانه است به این خاطر هر حکومت میان فشار اولش سر کمیته ملی المپیک تربیت بدنی ورزش است که از این طریق بتونن انتخابات آینده بر خود لابی گری کنند یکی از دلایل شمی است یک دلایل شمی است خب صحبت ها جدی و گرم هستند من میخوام سوالات هم نرم تر داشته باشم هم نرم تر جواب بدید اصلا آدمایی که مثل شما هستن و قضایای بسیار جدی را لذت میبرن یا راحت هستن یا مسئولیت خود میدانن که تعقیب کنن چقدر وقت برای خنده کردن دارن واقعا میخندین گویی گریه زیاد است یا خنده در فکر کنم واقعا آدم رنج میبره خنده کمتر به خاطر از اینکه رنج آدم از این میبره که آدم از درون پوسیده میشه وقتی که میبینین گفتم نمیتونی کسی هم نیست که صدای تو بشنوه ببینین اصول است وقتی که من پیش شما صحبت میکنم اسناد مدارک میتونم ویدیو میتونم امضا میتونم اما هیچ کسی نیست با تاسف که تعداد زیاد رسانه ها در این قضایا با مذرت حتی مسلک های ممسین فی ما در این خیانت ها شریک هستند به خاطر از اینکه من میبینم در رسانه ها کسایی که ما در شهرک ها غصب کردن زمین ها رو مافیای زمین هستند در رسانه ها میبینیم که کارشناس امور سیاسی و امنیتی او برادر یعنی رخ ما در غصب زمین گرفته بودم یا مثلا نمی چهره های رکی ناردن وکیلای را مثلا وکیلای را ما سراغ دارم خودم شخصا وکیلی را از کابل سراغ دارم که 380 رای نداشته خوب. اما از کابل در جمع نفر سیوم انتخاب شده و از قبل توسط بچه کاکای آقای غنی اجمل غنی اینا از قبل انتخاب شده بودن و از قبل رابط پنهانی پشت پرده داشتن اینا آمدن در خانه ملت خب در خانه ملت در چوکی میشینی گپ بزن حرف بزن و وکیلای را ما سراغ داریم که آرای بالا داشتن بر موکلین خود رفتن که چونشتن صحبت کردن گفتن که موکلین عزیز وقتی که صدای شما را در خانه ملت کس نمیشنه و بنار من استعفا میتونم برای من کنج خانه خوب است نه ای که من در خانه ملت باشم از چوکیش استفاده کنم در دو مجلس وقت سل میکنیم در دو مجلس کمیشن کاری فقط کار ازی وکیل فلانی وکیل فلانی آل کجا هستن این وکیل صاحبا در کنار مردم خود جان میتیم شما رو تنها نمیمانیم همیشه در خدمت تان هستیم و خب برای هر حال بس سیاسی اگر شما در بس سیاسی ما انقدر گپ دارم که اگر شما پنج برنامه هم بگیرین ما مستند براتون صحبت کنم خلاص بله 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 بنان سیاسی رو میگذاریم به او آدم ها شما یک بار نامزد وکالت هم بودین درسته؟ بله و مال یک خاطره از مجلس وسوسیاف به یادم آمد که کسی آمده بود پیشش هر بار میخواست که بر من یک کار بده یک کار من بیکار هستم کار ندارم بعد استاد گفته بود که برین کارشناس شوین کل کسایی که بیکار من میرن کارشناس میشن این جالب با هنر چی رابطه دارین؟ نگاهی وقت موسیقی میشنوین؟ فیلم میبینین؟ والا موسیقی کمتر فیلم های که بفهمم فیلم ها رو اول میبینیم یک سرک میکنم فیلم زیادتر وقتم با خواندن کتاب و اشعار و خصوصا اشعار مرثیا و اینا زیادتر علاقه مند هستم بله به خاطر زیادتر علاقه مند شدم خب 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 مطالعه میکنین پس بله ها مطالعه میکنم زیادتر یک لذت خاص داره که آدم هم ورزشکار باشه هم اهل مطالعه ما معمولا کسایی که مطالعه میکنن دیدیم خم هستن بیخی از بس که ورزش نمیکنن ما خب ورزشکار نمیتونیم خود ورزشکار بگیم رسانه که صحبت میکنن میگن که تو میگن که مثلا کارشناس مسائل ورزشی میگن نه مرا فقط بگیرین که علاقمند ورزش یا صاحب نه کارشناس بسیار یک بحث بسیار کلان است کارشناس های رو ما در رسانه های میبینیم خود کارشناس سیاسی کارشناس مثلا اقتصادی از این کارشناس شما پرسان کنیم مساحت افغانستان چقدر چند ولایت داره کجا کجا میدگیم کارشناس گفت ما برتون میگم ما برتون قسم میخوام که اما بنام کارشناس اما چون اینا رسانه آوردن این شخصیت هایی که امروز میان و چقدر کارشناس از خارج چیشتن امروز سر حوزه افغانستان صحبت میکنن بیا رقمی کسایی که در افغانستان امروز صدا بلند میکنن بیاین داخل صدا بلند کنین ما کسایی رو سراغ دارم که مثلا خب از خانواده شان وزارت دفاع رو چور کرده خانمش امروز میگه به نام فعال جامعه مدنی از یک کشور مثلا از یک شهر بسیار لوکس توریستی ترکیه به نام ازمیر از اینجا صحبت میکنه که ما ماندن والا نیستیم خوارب زرگوار بسیار که وطن تا دو سری بیاد وطن یعنی که معلوم شوه مبارزه خمیس خبرنگارای ما داشتیم از صنف خود از این اتحادیه ملی ژورنالیست‌ها خبرنگارای خود ما که ما تا این وطن ما هستیم قربان از این وطن ما هستیم یک تعداد در آمدن که خبرنگار سال 2000 چند که ما چم چطور چیکار کجاست این خبرنگارا بین این خب وطن امروز همین جاست این ما در این وطن هستیم بین ما خبرنگار که از طریق سفارتخانه شما انتخاب میشتین بین امروز جواب ملت ایدی گرفتن حتما بله 100% از این با خاطرتان جمع باش واقعا غذاها غذاهای افغانی را آشپزی بلد هستین؟ آشپزی اگر تعریف نشد بلد هستم بله و زیادتر هم گاگایی که در خانه غذا تپ فکر کنم
باز اولادا دیگه اون آخرای دیگه میگیرن چی میگه پدر کاش که عرض بر ما دیگه بلده و بلده سو بلده. خب خوردن چی چیزی مثل من همه چیز خوش دارین یا نه انتخاب هیچ خوردنی نیست که ما بیم خوشم نمه کل خب خوردنی خب. ها خوش دارن چون نعمت خدا هست در هر حال کلش شکر خدا را باید کنیم کل چه خوش دارن اوکی اوکی و اوقات خالی و فراغتتان چطور سپری میکنین؟ جای هم سیاحت میرین میگردین؟ والا سیاحت زیاد وقت میشه که سیاحت نکردیم. دمو مکان تکیخانی وقفه های مرحوم میرک برای گفتم زیادتر وقتی که از کارهای امو درس قرآن و باز یک بخشش درس ریاضی هم هست، درس های انگلیسی هم هست، از اونا که باز فارغ میشم چون خودم زیاد میخوایم خودم حاکم باشم در ورسه که خدای نخواسته فردای کدام بله. کار کدام تخطی صورت نگیره کلش زیر نظارت خود میگیریم و باز بایکم کرمچم جمپر رو برزیم لباس های اونجاست با دمو فضایی که شما دیدین اونجا باز ورزش میکنم که حداقل یک ذره رفیق هستگی شما. بسیار خوب. میخواین افغانا در زندگی خود در چه چیزها تغییر بیارن؟ مشخص سفارشای دارین؟ والا سفارشای اول مهمی است که به تمام وطنای خود خواهش از من است یک کوچک برین در راستای وفاق ملی گام بردارین. تو این کسایی که زمینی تعصبات و در راستای نفاق ملی گام می‌بردارن آدرسش مشخص است. برین در راستای وفاق ملی گام بردارین. این افغانستان خانه مشترک ماست، وطن ما هست، هر بخشش، هر مردمش، هر طبقیش، هر ملیتش، هر نژادش، هر مذهبش، هر کدامش یک مسئولیت به کشور دارن. وقتی که از آبش حالا مثلا 100 سفر خارجی داشتیم. این حال ما جوابگوی از وطن هستم. فاکولته خواندیم، ماش سمستر گرفتیم، سفر رفتیم، سفر خرج گرفتیم، جیب خرج گرفتیم. از وطن مصرف کردیم. از وطن مصرف عجیب است. تا این جایی که ما بر شما دامی لازیک صحبت میکنیم از برکت این وطن است. خدا را زار شکر. از برکت دعای مردم است. بنا امروز روزش است که ما باید جواب بدیم بر ملت. تا آخرین لحظه که هستیم، حیات داریم، باید خدا فدای ملت خود مردم خود بسازیم و زیاتر پیشنهاد می است که وفاق ملی. آخرین سوال من این است که از اینکه آقای اکبرزاده هستین خوش هستین؟ والا خب اکبرزاده خب دنامه مگه پسمند نام است که میر علی اصغر است. بله. اونجا کوچک هستم. در این تخلص چون خانوادگی بودن و دوستایم که در خارج بودن، در داخل بودن، اهل قلم بودن، کتابای در او ماره در او خانه که شما دیدین نوشته کردن. مثلا یک کتاب مرحوم آقای افضلی که بچه فرنگی در تهران بوده، کتاب نوشته کردن به نام خانه های کوچک و مردان بزرگ و آمده با مو و افتخار به این میکنه که میگم خدا شکر که تیه که از جمله نعمت هایید و این تود نعمت الله لاتوس هایی که نعمت های خدا امی هست و خدا را هزار بار شکر میکنم که در خدمت مردم به نام اکبرزاده، گرچه که اکبرزاده هست، زاده بزرگ افتخار میکنم که خدمت گزار هستیم. لطف میکنید، لطف میکنید. از اینکه در برنامه با ما بودین امیدوارم اذیت نشده باشین و ما بسیار استفاده کردیم و لذت بردیم. خدا کنه که صحبتایی که من کردم که خلاف روی برنامه شما نبوده باشه و بیندار خسته نساخته باشه. مطمئنم انشاءالله اگر حیات مستوار باقی بود در آینده بسیار گپای دیگه حرفای دیگه رو خواد داشتیم. یک بار دیگه ما از شما هزار سپاس احترامات مرا بر استاد بزرگوار گران هر جمع برسانیم و سپاس از همکارای تکنیکی و پرودیسر برنامه، از جمع همکارای شما و یک تشکری خاص از جمع بینندگان در داخل و خارج برنامه شما رو میبینند تا ایدم با ما بودن. لطف میکنید. بسیار تشکر میکنم. بسیار تشکر. سلامت باشید. مهمان ما جناب استاد میر علی اصغر اکبرزاده بودن و اگر صحبت های ما را مکمل در امی برنامه نشنیدین در صفحات مربوط به تو تعقیب کنین. تا برنامه دیگه خدا نگهدارتان.